سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح یک شنبه ششم مهر ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 شنبه شب 10:30 شنبه شب 27 سپتامبر 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، طی رشته گفتگوی در همسایگی خداوندان همراه دکتر اکبر کرمی، میپردازیم به بخش دیگری از اندیشیدن به دین. انقلابی که اسلامی خوانده شد و نیز نظام سیاسی که رسماً اسلامی نام دارد، پس از نزدیک 36 سال عمر، آیا مردم ایران را دیندارتر، دین پرهیزتر، دین گریزتر و یا حتی دین ستیزتر کرده است؟ یک شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به برنامه هفتگی در همسایگی خداوندان، 37 قسمت از رشته گفتگوی در قلمرو اندیشیدن به دین رو مستقیم از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن تقدیمتان میکنیم همراه دکتر اکبر کرمی، نویسنده در همسایگی خداوندان. دکتر، خیلی خوش اومدیم به برنامه. سپاسگزارم. درود بر شما و همچنین به مخاطبین خوب برنامه. من لازم میدونم که در ابتدای برنامه متناسب با بحثی که جلسات قبل در مورد اسلام ستیزی داشتیم، از در واقع کشتن مظلومانه محسن امیر اصلانی در ایران به جرم عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی در واقع یاد بکنم و تأسف خودم اعدامش. رو بله نشون بدم که در قرن 21 هنوز هستند کسانی که حاضرن جان انسان دیگه ای رو به خاطر باورها و داوری‌های متفاوتی که داره بگیرن و متاسفانه این رفتارها به نام دین و به نام اسلام انجام میگیره و چه کسی میتونه مثل اینها اعتبار و حیثیت مسلمانان رو در واقع به باد بده و به چوب حراج بزنه. همچنین دلم میخواد که از سخنرانی بسیار دقیق، ظریف و مسئولانه باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل دفاع کنم و یاد بکنم که ایشون چقدر خوب، ظریف و مسئولانه بین مسلمانان و غالب در واقع تفکرات اسلامی از اون گروه محدودی که تروریستن و با آدم کشی و قتل عام در واقع دنبال این هستن که منویات خودشون، برنامه های خودشون رو پیش ببرن، جدا کرد و تلاش کرد که در واقع آب به جوب اسلام ستیزی نریزه. ای کاش رهبران اسلام و مسلمانان و مسلمانان همچنین مسئولیتی رو در واقع احساس بکنن و کاری بکنن و موضع‌گیری هایی داشته باشن که کمک نکنه به اسلام ستیزی و نجز اسلام گرایی. اینجا لازم میبینم که برای شنوندگان و بینندگان گرامیمونم توضیح بدم که شخصی که اخیراً اعدام شد به اتهام بدعت گذاری در تفسیر اسلام اعدام شد به عبارتی. دکتر، ممنون از تذکرهاتون. در این مجموعه در همسایگی خداوندان تأکید و یعنی تکیه خاصی داشتین بر عبارت دقیقی که خودتون استفاده کردین، اخلاق در جهان پس از اخلاقه. اجازه بدین اول بپرسم شما اخلاق رو چگونه تعریف کردین؟ چه تعریفی برای اخلاق داریم تا بپردازیم به باقی موضوع؟ بله، خدمتتون عرض کنم که اخلاق در جهان پس از اخلاق در واقع حالا بهش میرسیم، تلاشیه برای طرح این اندیشه که ما در جهان پسا مدرن در واقع به یک معنا در جهانی پس از اخلاق زندگی میکنیم، یعنی اخلاقهای در واقع پیشا مدرن و مدرن اون مرجعیت خودشون رو از دست دادن، به عنوان فراروایت ها در واقع شکستن و انسان در یک شرایط در واقع پسا اخلاقی زندگی میکنه. اما برخلاف تصور بسیاری از کسانی که این موضوع رو ممکن از دور دنبال بکنن،
در جهان پس از اخلاق یک اخلاق دیگه ای ساخته میشه و برمیاد و ما توضیح خواهیم داد که چه ویژگی هایی داره متناسب با انسان و جهانی که در واقع در برابر ما داره شکل میگیره به گونه خود بنیاد و خود بسنده و خود آیین. اما برای اینکه بدون تعریف ساده همه فهم اخلاق، اگر من اشتباه میکنم من اصلاح کنید، آن عمل یا رفتار یا حرکت یا سخنی هست که انسان میتونه انجام بده یا پرهیز کنه ازش و انجام میده یا برعکس، یعنی آن چه تحت کنترل خود آدمی زاده. فرض کنید در مورد حیوانات اگر درنده خویی داره یا هرچی طبق غریزش تحت کنترل خودش نیست، اما انسان میتونه کنترلش بکنه، این اخلاقه یا چیه؟ یه مقدار تعریف من و نگاه من متفاوته. بذارید اینجوری بگیم، اخلاق یک مجموعه از بایدها نبایدهاست که ما رو از درون به سمت انجام یک کارها و یا در واقع عدم انجام یک کارهایی در واقع میکشونه یا هدایت میکنه. به عبارت دیگه اخلاق مجموعه از باورها و داوریها و دادههایی هست که در درون ما هستش و ما وقتی پردازش میکنیم اون اطلاعات رو، بر اساس اون اطلاعات تصمیم میگیریم که به کاری دست بزنیم یا از تصمیمی که گرفتیم برای انجام یک کار دست برداریم. وقتی میگید داده ها مجموعه از داده هایی که درون ماست، یعنی چی؟ ما که با اینها به دنیا نمیایم، یعنی اندوخته های به مرور زمان تو زندگی، یاد میگیریم، فرهنگی، کسب کردنی هست یا نه با ما به دنیا میاد؟ خب در مورد این مسئله متفکرینی که در مورد اخلاق بحث کردن و در تاریخ در واقع اندیشه اخلاق نظرات متفاوتی وجود داره. بعضیا بر این باور هستن که انسان وقتی متولد میشه با مجموعه ای از در واقع پیش داوری های اخلاقی به عنوان گزاره هایی که پیشینی هستش، یعنی قبل از اینکه بشر تلمذ بکنه، آموزش ببینه و یا بخواد در محیط تجربه ای کسب بکنه، اینها همراهش هست. یعنی انسان مثل یک کاغذ نانوشته ای نیست که متولد بشه و بعد در جریان زندگی رو این کاغذ نوشته بشه. اما خب بسیاری از متفکرین هم هستن که در واقع معتقدن که نه، اینطور نیست، انسان داوری های در واقع پیشینی در پهنه اخلاق نداره و همه اینها در حوزه در واقع تجربه و در واقع کسب از محیط و تاریخیه که انسان ها درش زیستن و سپری کردن. بنابراین هر دو دیدگاه مدافعانی داره و میتونه هم بخشی از این باشه بخشی از اون باشه و یعنی در مجموع یک چیزهایی رو بگیم فرض کنیم اگر به شکل وراثتی با خودش دنیا آورده باشه یا بخشایی رو هم یاد گرفته باشه، یعنی توأم دو هر دوش هم میتونه باشه. بازم بستگی داره که ما اخلاق رو بخوایم چجوری تعریف کنیم. شاید اگر اخلاق رو در تعریفش پیش بریم یه مقدار مشکلات بیشتر حل بشه. اگر بخوایم اخلاق رو از چیزایی که شبیهش هستن، مثلا فرض کنیم از قانون جدا کنیم، قانون هم یه سری مجموعه بایدها و نبایدهاست، اما این بایدها و نبایدها به یک معنای اتوریته و در واقع مرجعیتش از بیرونه، به این معنا که شما وقتی تصمیم میگیری به یه قانونی عمل بکنی یا نکنی، در واقع اون مرجعی که رسیدگی میکنه به انجام دادن یا عدم انجام دادنش بیرون از شما قرار داره، ممکنه شما رو تنبیه بکنه یا تشویق بکنه. این در واقع متفاوتش هست با مثلا فرض کنید اخلاق، یا حتی اخلاق با مجموعه بایدها و نمایدهایی که در پهنه ادیان تعریف میشه باز متفاوته. چون در چه نسبتی اخلاق چه نسبتی با دین داره؟ اینطور که شما میگید مجموعی از بایدها و نبایدهاست، بسیاری از ادیان هم یه همچین مجموعه ای دارن. بله، ولی خب اون مجموعه باز در واقع اتوریتش به یه معنای یک جای دیگه هستش. مثلا فرض کنید یک مؤمن به این بایدها و نبایدهایی که در واقع جنبه ایمانی داره وقتی عمل میکنه یا نمیکنه، متناسب با اون گفتمان دینی که درش پرورش پیدا کرده، اون به آینده نگاه میکنه که به خاطر انجام یا عدم انجام این کارها ممکنه که عقوبت ببینه یا پاداشی نصیبش بشه. بنابراین میبینیم که یه مقدار با اخلاق متفاوته، هرچند بسیاری از مؤمنان درک معصومانه ای از دین و اخلاق دارن، به این معنا که اونها فکر میکنن که دین چیزی نیست مگر همون منویات اخلاقی،
به عبارت دیگه اگه ازشون بپرسی که مثلا فرض کن که دین شما چی گفته، میگه گفته که آدم باید خوب باشه، دزدی نکنه، مثلا فرض کن کلا سر کسی نذاره و یه تعریف اینچنینی ممکن در افواهی باشه. ولی واقعیت اینه که اگر ما به گونه تاریخی به قضیه نگاه کنیم، میبینیم که بسیاری از بایدهای اخلاقی که شکسته شده یا نبایدهای اخلاقی که در واقع ازش عبور شده، بدون ادیان به سختی میشد این اتفاق بیفته. یعنی بسیاری از فجایع تاریخی به نام دین رقم خورده، یعنی برعکس تصوری که بسیاری از مؤمنان دارن، مذاهب خیلی کمک میکنن که انسانها به راحتی بتونن از اصول اخلاقی که میشه گفت که شمولیت بیشتری در جهان داره عبور بکنن. مثلا فرض کنید بسیاری از کسایی که تو جامعه ما دست به کشدار دگراندیشان زدن، دست به قتل‌های سیاسی زدن یا دست به جوانکشی در زندان‌های جمهوری اسلامی زدن، اینو بدون توجیهات مذهبی براشون خیلی دشوار بود این کارا رو بکنن، یا حتی جنگ رفتن و به اصطلاح داخل گیوم دشمن رو کشتن. دقیقاً، ما اصلا اساسا کشتن و خشونت ورزی کردن، اینو نشون میده که برخلاف اون تصور معصومانه ای که بسیاری از مؤمنان حالا در ادیان مختلف از دین دارن، دین و اخلاق اگرچه هم پوشانی هایی با هم دارن ولی کاملا یکسان نیستن و خیلی جاها مسیرشون کاملا عوض میشه. و همچنین ما با اخلاق های در واقع یکسان و یگانه ای هم روبرو نیستیم، همچنان که ما با دین های مختلف و در حوزه هر دینی با خوانش های مختلفی از ادیان روبرو هستیم، در اخلاق هم ما با اخلاقهای مختلف روبرو هستیم و حتی هر اخلاقی در جریان تحولات تاریخی که بر سرش گذشته می‌بینیم که شکل‌های مختلفی ازش در واقع موندگار شده. بنابراین ما با یک مجموعه کلان از گفتمان‌های اخلاقی روبرو هستیم. حتی اینم دوست دارم اضافه بکنم که برخلاف تصور بسیاری از انسان‌ها در مورد اخلاق، اخلاق اون جهان شمولیتی رو که همه دوست دارن اخلاق داشته باشه نداره. یعنی شما اگه مطالعات پیمایشی رو در جهان بکنید، میبینی که اخلاقی که جاهای مختلف دنیا هستش حتی در همین عصر بسیار میتونه متفاوت باشه و هست، هم در جغرافیاهای مختلف مختلف گوناگونه و هم در زمانهای مختلف فرق میکنه. دکتر، اگه من بخوام جمع بندی کنم، بسته بندی کنم، گفتید که قانون مرجع رسیدگی به این باید و نباید ها در قانون خارج از فرد، خارج از آدمه، حالا یا مرجع قانونی، مرجع قضایی یا حکومت یا هرچ. اخلاق درون خود آدم، خود آدم به اصطلاح آنچه وجدان خونده میشه درون خود آدم مرجع رسیدگی. در مورد دین مرجع رسیدگی ورای این جهانه، حالا بگیم روز قیامت، خداست، پیغمبره یا اینجور چیزاست، درست گفتم؟ بله بله، در جهان پیش آمده بله. و مدل این چنینه به طور سنتی شرط بله. کردم. حالا بفرمایید که چه تفاوتی هست بین اخلاق به فرمایش شما پیشا مدرن و پسا مدرن؟ ببینید، در اخلاقهای پیشا مدرن و حتی اخلاقهای مدرن ما با یه گفتمانی روبرو هستیم که یه مجموعه ای از بایدها و نبایدها رو ساخته و اینها رو به گونه پیشینی در اختیار انسانها قرار میده به عنوان اخلاق و انسانها در واقع مثل قانون یا مثل دین باید اون رو بپذیرن و مراعات بکنن. مثلا فرض کنید کسی که در یک جامعه زندگی میکنه، یک مجموعه ای از بسته‌بندی های اخلاقی بهش عرضه میشه، اونا رو به عنوان اخلاق میپذیره و شروع میکنه به اجرا کردنش یا در واقع اطاعت کردن از اونها. اما مسئله اینه که این مجموعه، این بسته هایی که در واقع به عنوان اخلاق بهش عرضه شده، کاملا بیرون از فرد شکل گرفته. یعنی فرد به عنوان یک منبع داوری توانمندی های اینو نداره که بخواد در مورد اونها داوری کنه و اونها رو بپذیره یا نپذیره. این مسئله فارغ از این که مرجع این بسته‌بندی های اخلاقی چی هستش، دین هستش، عرف هستش، نمیدونم نژاد هستش یا حتی عقلانیت هست یا علم هست که در جهان مدرن به این سمت رفت که در واقع مرجعیت رو در گفتمان های اخلاقی به نوعی از عقلانیت یا علم بدن، و هر حال از جانب این
پهنه ها که اتوریته کاملا دارن به انسان عرضه میشه و انسان میپذیره یا نمیپذیره. وقتی پذیرفت اخلاقی میشه، وقتی نپذیرفت در واقع یک انسان غیر اخلاقی میشه. صفاتی هم که ما در حوزه اخلاق به انسان ها منتسب میکنیم در زندگی روزمره ما کم و بیش برگرفته از چنین فضایی هستش. برای همین ما خیلی راحت میگیم انسان بی اخلاق یا مثلا انسان با اخلاق، مثل انسان با شخصیت و انسان بی شخصیت. ولی در جهان پسا مدرن میبینیم که نگاه انسان ها متفاوت میشه. در واقع این که ما تصور کنیم انسانی بی شخصیت هستش تصور غلطی، همچنان که بگیم انسانی بی اخلاق هستش. در واقع ما با انسان های متفاوت و با اخلاق های متفاوت و با شخصیت های متفاوت روبرو هستیم. به عبارت دیگه در جهان جدیدی که در حال ساخته شدنه، منبع داوری ها از بیرون به درون انسان منتقل میشه و هر انسانی در جایگاهی قرار میگیره که میتونه به گونه خودبنیاد و خودبسنده در واقع یک سیستم اخلاقی برای خودش بسازه. بنابراین میبینیم که ما در واقع به یک معنایی در این جهان جدید باز هم از اخلاق و با اخلاق روبرو هستیم، از اخلاق گفتگو میکنیم، اما این اخلاق دیگه با اخلاق سنتی یا پیشا مدرن و حتی اخلاق مدرن متفاوته. حتی در اخلاق مدرن هم بسیاری از متفکرینی که در واقع تو اون عرصه فلسفه اخلاق کار کردن یا بسیاری از فلاسفه دنبال این بودن که یک ریاضیات اخلاقی رو بنیان بگذارن. مثلا کانت در واقع دنبال چنین کاری بود یا کسای دیگه بودن. در واقع اونها تصور میکردن که یک سری اصول پیشینی هستش که با مراجعه با اونها به اونها میشه بنیاد و بنیان یک اخلاق جهان شمولی رو گذاشت که در همه جهان ها و در مورد همه انسان ها صدق بکنه و بشه در موردش صحبت کرد. اما جریان های فکری پسامدرن نشون دادن که در واقع ما با هیچ نوع فراروایت یا قرائت جهان شمول روبرو نیستیم که نشه درش شک کرد و نشه درش استثناء پیدا کرد. در واقع این مجموعه گفتگوهاست که ما رو به سمتی برده که انسان جدید رو به گونه خود بنیاد و خود آیین تعریف میکنیم که این انسان هستش که حق داره متناسب با زیست بومی که درش زندگی میکنه، متناسب با داده هایی که داره و مکانیزم های پردازشگری که در ذهن خودش داره بنیادهای اخلاقی مخصوص به خودش رو بسازه. در واقع خیلی هم میتونه خطرناک باشه آقای دکتر، به خاطر اینکه فرض بکنید همون کسانی که شما رو اشاره کردین رفتن دست به قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی یا حملات انتحاری، خودکشی‌های اینطوری یا آدمای دیگر رو میکشن، هم میتونن دقیقاً با همین تئوری، با همین تجزیه تحلیل که در اون فضایی که هستن و با اون داده‌هایی که دارن و در اون چیزی که هستن خودشون به قول شما خود بنیاد به این تصمیم رسیدن و اخلاقی بکنن. یعنی میتونه خطرناک باشه. شما بخشای مثبتش رو نگاه بکنین ببینین جالبه، خب آدما اخلاق خودشونو بسازن، ولی بخشای خطرناکی هم میتونه داشته باشه. نه، من با داوری شما موافق نیستم متاسفانه. به نظر من میرسه که این انسان‌های خود بنیاد مثلا فرض کنید برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، مخاطبینم در واقع متوجه بشن ما در مورد چی صحبت میکنیم، وقتی در پهنه سیاست فقط یک دقیقه وقت داریم، در پهنه سیاست پیشتر برخی از متفکرین ادعا میکردن که باید کنترل اجتماع و سیاست به دست مردم بیفته و مردم حضور جدیتری در عرصه تصمیم گیری ها و در واقع عرصه حکمرانی داشته باشن، همین استدلال میشد که اگر این گونه باشه خیلی خطرناکه. ولی در عمل می‌بینیم که ما با موج‌های مختلف دموکراسی روبرو هستیم که به مرور زمان هرچه بیشتر انسان‌ها رو هم در مقام داوری و هم در مقام حکمرانی که در واقع کمک میکنه که اونها هم سیاست گذاری بکنن و هم سیاست ها رو اجرا بکنن، در عرصه اجتماعی و سیاسی حضور پررنگتری دارن و به هیچ وجه هم خطرناک نیست هیچ، بلکه بهتر از حکومت‌هایی که تا حالا تجربه شده. البته همینجاست برای پیشگیری از همین خطرهاست که احتمالاً قوانینی اینقدر سرسختانه و ریز درست شده. دکتر من ازتون معذرت میخوام، وقت بخش دوم خبرهاست، جلسه دیگه حتما این بحث خیلی خیلی مفصل و شیرینی هم هست. از شما نیز دعوت میکنم با ما بمانید در جلسه بعدی و این موضوع، بخش دوم خبرها از رادیو تصویری صدای آمریکا.